سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ امید سیکس کیلز هم یا همون سیکس کیل سیکس کیل که کانال انگلیسی و امید سیکس کیلز هم به عشق خودتون کانال فارسی که ساختم. همونجوری که بهتون قول داده بودم که اگه کامنت بذارین یه ویدیو ازم بخواین که بسازم براتون حتما میسازم، تو کامنتتون خیلیاتون گفته بودین امید موومنت شاتگان بهمون یاد بده. من همین کارو کردم، چه تو کانال انگلیسی چه تو کانال فارسی هیچ ویدیویی به این کاملی پیدا نمیشه درباره موومنت شاتگان. ساختن این ویدیو حدودا 4-5 ساعت وقتمو گرفت ولی اصلا برام مهم نیست. به خاطر حمایتتون و کامنتاتون و لایکاتون و سابسکرایبتون حالا انرژی دارم که براتون ویدیو بسازم. اگه میخوام بهم بیشتر انرژی بدین، تنها کاری که باید بکنین اینه که اون دکمه سابسکرایب رو بزنین، زنگولش هم بزنین که هیچ ویدیو رو از دست ندین وقتی میسازم. ویدیو هم اگه خوشتون اومد، واقعا از ته دل میگم، اگه خوشتون اومد لایک کنین و اگه خوشتون نیومد دیسلایکش کنین. کامنت حتما بذارین، نظرتون رو بهم بگین. ویدیوهایی که میسازم، ویدیوهای آیندهم، همشون طبق کامنت هاست. همین ویدیو رو خواسته بودین ساختنش، ویدیوهای قبلی دوباره طبق کامنت ها، هر چیزی که شما دوست داشته باشین براتون میسازم. پس حتما نظرتون رو توی کامنت ها بهم بگین. عاشقتونم، بریم ویدیو رو ببینیم. بچه ها، اولین حرکتی که براتون آماده کردم بهش میگن حرکت زیگزاگی. هم اسم این حرکت و هم اسم حرکت دیگر خودم گذاشتم. چرا؟ چون اصلا تا حالا کسی اینا اینجوری توضیح نداد و کسی اصلا خیلی این حرکت رو انجام نمیده. این حرکتی که از بهترین حرکت هاست وقتی که فاصلتون با دشمنتون متوسط و میخواییم بهش برسین و خودتون رو بهشون نزدیک کنین و راحت بکشینشون. بهترین شاتگان هم برای این حرکت بای 15. اولین کاری که میکنین جویستیکتون توی زاویه 45 درجه نگه میدارین، سر میخورین، بعد پرش، بعد نشونگیری و یه دونه تیر، بعد تصویر رو به راست میچرخونید، دوباره همین کار رو میکنین ولی رو به راست. جویستیک رو به 45 درجه رو به راست نگه میدارین، سر میخورین، میپرین، دوباره یه دونه تیر، دوباره جویستیک رو به چپ، سر خوردن، یه دونه پرش، نشونگیری، تیر. همزمان که جویستیکتون رو به چپ و راست هم میبرین، باید صفحتون هم توی همین حالت بچرخونید. همین کاری که من دارم میکنم میبینید. وقتی که جویستیکم رو به راست میچرخونم 45 درجه که طرف دشمنم برم، صفحه رو 45 درجه میچرخونم. همین کار رو دوباره رو به چپ میکنم. چرا رو به چپ و راست میکنم؟ برای اینکه دشمنم گیج بشه و نتونه نشونگیری کنه. وقتی هم که دیگه به دشمنتون رسیدین، دیگه نیاز به نشونه گیری نیست، چون که نشونه گیری برای فاصله دوره. وقتی که نزدیکین، همون بدون نشونه تیر بزنین، همه تیراتون به دشمنتون میخوره. تنها کاری که باید بکنین وقتی که رسیدین به دشمنتون، سر بخورین، برین پشتشون رو یه دونه تیر بهشون بزنین. حرکت بعدی برای فاصله نزدیکه، اسم خاصی نداره. تنها کاری که باید بکنین اینه که سر بخورین، از کنار دشمنتون رد بشین، برین پشت دشمنتون رو یه دونه تیر بهشون بزنین. همین کاری که من دارم الان میکنم، حالا میتونم با صورت بالا هم ببینم. حرکت بعدی حرکت CR7 یا همون کریستیانو رونالدو. برای موقعی خوبه که کلا یکی دو تا تیر بیشتر ندارین و میخواین خودتون رو سریع به دشمن نزدیک کنین و یکی دو تا تیر به اونا بزنین و خلاصشون کنین. برای انجام این حرکت با جویستیک و صفحتون رو با زاویه 45 درجه به چپ، بعد 45 درجه به راست چند بار حرکت بدین و این کار رو انجام بدین تا تقریبا نزدیک به دشمنتون بشین. بعدش یه دونه سر بخورین، بعد بپرین و شروع کنین تیر زدن به دشمنتون. این کار رو باید حتما با صورت خیلی بالا انجام بدین. اگه با صورت پایین انجام بدین، دشمنتون راحت شما رو میکشه. توی همه حرکتایی که بهتون یاد دادم و میخوام یاد بدم، سرعت انجام دادنشون خیلی مهمه. اگه کند انجام بدین اصلا به درد نمیخوره، اگه سریع انجام بدین حرکت رو درست انجام بدین. حرکت بعدی حرکت ترکیبیه با نینجا و شاتگان، بهش هم میگن نینجا شات. تنها کاری که باید اول کنین اینه که یه سر بخورین دشمنتون حواسش پرت بشه، بعد نینجا رو بزنین کنارش، دقیقا نشونه بگیرین کنارش، نه خیلی دور باشه نه خیلی نزدیک بهش که بهش بخوره، یا خیلی هم دور باشه که ازش دور بشین، بزنین نزدیکش. تو همین حین هم باید رشونتون رو روی دشمنتون نگه دارین. وقتی هم که خیلی به دشمنتون نزدیک شدین، یه دونه تیر بهش بزنین و اگه نمرد یه سر بخورین یه دونه تیر دیگه که 100% میمیره. همینجوری که تو تصویر می‌بینید باید یه دونه تیر بزنین، سر بخورین، تیر بزنین، بپرین، تیر بزنین. یعنی شما بین هر سر خوردن و پریدن 2 الی 3 تا تیر می‌تونید بزنین به دشمنتون. این گان تقریبا بعد هر تیر زدن خیلی سریع خودش ریلود می‌کنه و می‌تونید تیر بعدی رو بزنین. به خاطر همین می‌تونید یه دونه تیر، سر، تیر، پرش، تیر، سر، تیر بزنین. ولی با اچس یا شاتگان دیگه این کار اصلا نمی‌تونید انجام بدید. همین فایر ریت بالای بای 15 بهش کمک میکنه وقتی که نزدیک چند تا دشمنی که کنار هم وایسادن سریع همشون رو بکشین. ولی HS برعکس این اصلا فایر ریت خیلی پایینی داره و وقتی که یه تیر به یکی از دشمناتون میزنه که کنار بقیه یارشون وایسادن،
بقیهشون یک وقت پیدا میکنن که با شما درگیر بشن. الان این درخت ها رو دشمنتون فرض کنید، ببین اچ چقدر کنتر از بای 15 میتونه دشمنتون رو بکشه. حرکت بعدی حرکت ترکیبی دفندر و شاتکانه. برای موقعی خوبه که فاصلتون با دشمنتون خیلی نزدیک نیست، میخواین کورشون کنین و خودتون بهشون برسونین و چند تیر بزنین و اونا رو بکشین. اولین کاری که میکنین اینه که با زاویه 45 درجه رو به چپ یا راست میچرخین که تیرهای دشمنتون رو جا خالی بدین. بعدش دوباره رو دشمنتون میچرخین، دفندر رو میزنین، بعد دوباره رو به چپ میچرخین، سور میخورین که پشت دفندرتون بیاین بیرون و میپرین. حالا میتونین یه دونه تیر به دشمنتون بزنین و فاصلتون رو تا کوره بهش نزدیک نزدیک کنین که تقریبا دیگه کاری دستش برنمیاد و شما میتونین یه دونه تیر دیگهش بزنین و بکشین. حرکت بعدی همون حرکت زیگزاگه. وقتی که دشمن شما رو کور میکنن، شما میتونید با سر خوردن و پریدن به دشمنتون نزدیک بشین و یکی دو تا تیر بهشون بزنین، راحت بکشینشون. یه نکته مهم، وقتی که دشمنتون دفندر استفاده میکنه و پشت دفندرش وایساده، دیگه با بدون نشونه گرفتن تیر بزنین واقعا اونقدر تاثیرگذار نیست. حتما باید نشونه بگیرین که تیراتون بیشترشون بهشون بخوره. حرکت بعدی حرکت مونواک مایکل جکسون که خودم اسمشو گذاشتم. تنها کسی هم که این کار انجام میده تو بازی منم. اگه کسی دیدین جز من این کار انجام میده، بیاین بهم بگین که جایزه داره. اولین کاربردش مال موقعی که به دیوار نزدیکین و سر میخورین و امکان داره به دیوار بخورین بشین، که همین باعث مردنتون میشه. به خاطر همین باید سر خوردنتون رو کنسل کنین با همین حرکت. حالا چجوری این حرکت رو انجام میدیم؟ اول جویستیک رو تو زاویه 45 درجه رو به جلو میگیریم، سر خوردن رو میزنیم، بعد سریع دکمه نشونه گیری رو دوبار میزنیم. توی کل مراحل با جویستیکتون تو همون زاویه که من نگه داشته بودم نگه داریم. سرعت انجام این حرکت خیلی مهمه، یعنی واقعا باید به سرعت برق این کار انجام این تا بشه انجام شد. حالا فرض رو بر این بگیرین که این جعبه که اینجاست دشمنتونه. وقتی جلوی یه نفر که یه ذره بازی رو بلده سر میخورین، اون طرف یکم جلوتر شما رو پیش بینی میکنه و نشونه میگیره و تیر میزنه. شما میتونید با انجام این حرکت دشمنتون رو گول بزنین، یه سور نصفه بخورین، اونا تیرشون جلوتر شما میزنن و بپرین بهشون تیر بزنین. با سرعت متوسط هم حرکت ببینیم. حرکت بعدی حرکت جام شات، حرکت خیلی آسونه. نشونتون رو دشمنتون رو بگیرین و همینجوری بهش تیر بزنین و دکمه فرش تون تون بزنین. چند تا نکته مهم داره، اونم اینه که نشونتون رو همیشه رو دشمنتون نگه دارین، سعی کنین همه تیراتون بهشون بخوره. موقع پریدن هم همیشه رو یه جهت نپرین، همه چپ 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 بپرین، چپ بپرین راست بپرین، چپ بپرین راست بپرین، یا دو بار چپ. اینم تقریبا بچه‌ها ویدیو کامل موومنت های شاتگان بود که میتونستم براتون نشون بدم. دیگه از این بیشتر چیزی واقعا به ذهنم نمیرسه که بهتون یاد بدم. اگه چیزی رو جا انداختم حتما بهم بگید. برای اینکه توی مومنت های شاتگان بهتر بشید، تنها کاری که میتونین کنین تمرین 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 با شاتگان. دو تا هم زدم به سلامتیتون و روز خوبی داشته باشین.